പ്രതികാരത്തിന്റെ ആ ചുവന്ന പതാക വീണ്ടും ഉയർത്തി ഇറാൻ. ടെഹ്റാനിൽ പുലർച്ചെ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഹമാസ് തലവൻ ഇസ്മായിൽ ഹനിയയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാൻ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പ്രതികാരത്തിന്റെ ചുവന്ന പതാക ഉയർത്തിയാണ് ഇറാൻ ആ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്. ഷിയകളുടെ വിശുദ്ധ നഗരമായ ഖോമിലെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിന് മുകളിലാണ് കൊടി ഉയർത്തിയത്. ഇറാൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ 6 തവണ മാത്രം ഉയർന്ന പതാക സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിവഞ്ച് എന്ന് തന്നെയാണ്. ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ കൊലപാതകത്തെ തുടർന്ന് 2020 അവസാനമായി ചുവന്ന പതാക ഉയർത്തിയത്. അതേസമയം ഹമാസ് നേതാവിന്റെ കൊലപാതകത്തിനെതിരെ 100 കണക്കിന് പേരാണ് ടെഹ്റാനിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. ഇറാൻ, ഫലസ്തീൻ, ഹിസ്ബുള്ള എന്നിവയുടെ പതാകകൾ പിടിച്ച് ഇസ്രായേലിനെ തകർക്കുക എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം എഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുകളും ഉയർത്തിയാണ് പ്രതിഷേധം. مردم ایران و الان تهران در میدان فلسطین امروز جمع شدن تا به اعلام انزجار کنن از این رفتار بسیار زشت، خلاف بشریت و خلاف انسانیتی که رژیم صهیونیستی انجام داده. بدون شک ما منتظر پاسخ عاقلانه و مدبرانه و محکم و پر اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حرکت بسیار جنایتکارانه و زشت اسرائیل هست. حضور ما این پیامو داره که بعد خودشون رو برای انتقام سخت ما آماده کنن و انشاءالله به زودی اسرائیل نابود خواهد شد و نابودیشو هممون جشن میگیریم، همه دنیا. به نظر من بعد از قضیه طوفان الاقصا یه سری معادلات جدید ایجاد شده. اون معادلات اینه که ما اگر از خط قرمز عبور بکنن قطعا پاسخ باید سختری بهشون بدیم. حالا اینکه نحوه پاسخ باید به چه نحوی باشه، اینو قطعا باید متخصصین باید راجبش اظهار نظر بکنن، ولی به نظر بنده باید این پاسخ در حدی باشه که معادلاتی که ما قبلا ایجاد کردیم رو ارتقا ببخشن و یه بازدارندگی در مقابل رژیم صهیونیستی ایجاد کنن. اسرائیل هنیه رو اسرائیل ترور کرد که اسرائیل داخل یه تالابی افتاده که هرچی دست و پا میزنه داره پایین تر میره و اولین ترسش هم از ایرانه، میخواد ایران رو تو چشم جهانیان بد کنه، اما متاسفانه نتونسته. ولی ایران به تنهایی تونسته اسرائیل رو یک چهرهی که واقعیت یک حیولاست تو دانشگاه آمریکا، انگلیس، فرانسه، در تمام دانشگاه جهان نشون بده. و شعار همه ایران مرگ بر اسرائیل. این جریان به حول قوه الهی به سرمنزل مقصود خودش میرسه. درست امروز اسماعیل هنیه رو از دست دادیم و حالمون خیلی بده، ولی جبهه مقاومت پیروز این میدانه، چون وعده الهیه و خدا هم همیشه گفته که بعدش صادقه.